le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. با سلام، 69مین جشنواره سینمایی کن در 149مین برنامه زیر آسمان پاریس. همونطور که میتونید حدس بزنید، این برنامه دنبال جزئیات و نتایج این جشنواره و نکات دیگری که تا به حال رسانه ها و خبرگزاری ها اون را اعلام کردند و شما هم قطعا از جزئیات آن با خبر هستید نیست. دوربین زیر آسمان پاریس در شهر کن و در این جشنواره مانند همیشه سعی کرد که جستجو کند، اینکه اگر پیدا کرد یا نه موضوع این گزارش میتونه باشه. ورود دقایق اول به شهر کن از ایستگاه قطار، هتل و حالا به سمت تالار جشنواره از این کوچه باید گذشت. همان دریا، شاید بسیاری همان آدم ها، اما فیلم ها و حرف های دیده نشده و نشنیده شده. هر بار یاد گذشته و دیده ها و حرف های تازه. برخی هم زندگی را به شکل دیگری پی می گیرند. اینجا مردم کوچه و بازار به انواع گوناگون در این جشن و نمایش شرکت دارند. خیابان هم سینماست و می شود دید. یادی از کینگ کونگ که نمایش آن به 4 دهه پیش برمی گردد و حالا مجسمه اش کسی را نمی ترساند. مدعوین تماما از هتل های محل اقامتشان با اتومبیل و اسکورت به داخل تالار جشنواره برده می شوند. فرش قرمز نام و رنگش حالا دیگر یک امضا برای جشنواره کن است. در داخل تالار جدا از سالن و راهروهای متعدد، روزنامه نگاران هم لحظاتی برای دل و خاطره عکسی به یادگار می گیرند. دسترسی و نزدیکی گاه به همه هنرمندان ساده نیست. نتایج جوایز امسال جشنواره کن شادی آور و اعتراض به تصمیمات هیئت داوران تقریبا شنیده نشد. شنبه 21 ماه می 2 فیلم ایرانی به نمایش درآمد. تکرار مجدد پخش فیلم وارونگی اثر آقای بهزادی که دقایق دیگر حضور دستاندرکاران را در کنفرانس مطبوعاتی خواهیم دید و سپس فیلم فروشنده که شگفتی و تحسین را بلافاصله در بیننده به وجود می آورد. شیشه
بردتش. من یه رو باید پیداش کنم. منم بابا منم. باشو بیا. 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 بعد از تماشای دو فیلم ایرانی که رنگ و بوی دیگر دارد، بار دیگر خیابانگردی و شهر اینجا سالن کنفرانس مطبوعاتی است. دست‌اندرکاران فیلم وارونگی هم به محل آمدند تا آنان نیز شنونده گفتار هیئت فیلم فروشنده باشند. به دلیل کمی وقت از این کنفرانس که حدوداً یک ساعت به طول کشید، بخش پرسش برنامه زیر آسمان پاریس را مشاهده می کنید. از آنجا که فیلم های این برنامه تماماً تا این لحظه و بعد اختصاصی بود، اما این بخش از تولید جشنواره کن گرفته شده و صدای خانم معصومه لاهیجی مترجم زبردست نیز بر روی آن الزاماً شنیده می شود. Bonjour, télévision Iran Farda. Quelques questions courtes. Est-ce que ce film est la suite d'À propos d'Eli, puisque, mis à part vos collaborateurs, mais il se trouve que dans À propos d'Eli, la voiture des intellectuels semble... برگردان کوتاه این مطلب را اینچنین بدانید که از آقای فرهادی پرسیدم آیا این فیلم ادامه فیلم درباره الیست که در آن فیلم روشن فکرها در پایان اتومبیلشان در ماسه ها گیر کرده بود، اما این بار قهرمان فیلم که هم آموزگار است و هم بازیگر تئاتر در پی نمایش فیلم گاو و پرسش دانش آموزان به یکی از آنها میگوید که در مرور زمان آدمی گاف می شود. در بخش دیگر فیلم آیا شما در پی فیلم فروشنده در جستجوی خریدار گفته های خود هستید؟ و بالاخره در صحنه آخر بازیگران بار دیگر خود را گرین می کنند و پس از عبور سانسور شاید چهره دوباره به خود می گیرند. آقای فرهادی به طنز پرسش ها را پیچیده دانست، اما به وضوح گفت که او تکرار گفته ندارد و هر فیلمش مستقل و داستان خود را می گوید. این بار خشونت را به سبکی که خودش مطرح می کند. آقای فرهادی گفت
ایرانیان روشنفکران دهه ها را مانند شاملو و ساعدی ارج می‌گذارند و صحنه گریم آخر فیلم صرفاً مرور زمان و پیر شدن من را یادآور می شود. نگران بچه مردم همسایه هست که بیدار کشپانیم خیلی مهربونه احساس مسئولیت داره. چه چیزی این آدم رو از اون نقطه که پر از احساس مسئولیت داره مهربانی بزن اگر در تاکسی در داره چون وقتی بهش بزنه واکنشش وقتی به دانش آموز توضیح میده بسیار واکنش رو در منطقی روزی سوال میگه این آدم رو در این پروسه چه کسانی تبدیلش میکنن به یک آدمی که اون خشونت رو چه در کلام و رفتار با مادر در واقع چه در کاری که انجام میده میرسونن. بچه خداحافظ تا ببینیمت از فرشان ببینیمت من فردی صبح پس فردی صبح دارم میرم جزام نریا حالا دارو باسته اومدیم و خبر آقا خدا موفق باشه. امون چه فیلم های دیدی به سهر فیلم شمپن دیدیم که به دیوار زده بود بعدم نبود اینقدر شما یه خود حساس شدید. آره نه نیتاشون خوبه ولی مشکلی که فیلم ها خوب نیست. خب ما مسلمان ها میگیم نیت مهمه. نه آرژانتینی هم بود که این وسط پاشدیم چون فیلم ساز یه ساعت بیشتر وقت نمید. میشه فیلم سیاسی فیلم اون بوکسه دوربین اولیه بعد نبود پاشه دیدم آره نیدیم آره فیلم بعدی نبود بلاخره ولی در مجموع به نظر میاد نیمی از فیلم و فیلم های قابل قبول هم بودن اینجوریه. آره ولی بعضی من این بعضی از این فیلم های اینا با چه روی انتخاب میکنن وقتی فیلم های بهتری هست برای اینکه اینجا میخوان سرمیه بندی کنن برای اسم های ارزش رو باید دارن به این مقدار روابط غیر افلاطونی پشت صحنه وجود داره. روابط مهمی ایشب مثلا واقعا فیلم این چی بود مدلینگ نیون پیمن آره نه روز تو هر روز بهش کرفسه چجوری بود بعد نه فیلم خیلی خیلی مفتو که تو آمریکا رفتی من بیشو شده رو بود چیزی خیلی درمان برمان به توی انتظاری که از آده که در جمع روزنامه‌نگاران ایرانی که خوشبختانه شمارشان قابل توجه بود علی نادرزاد روزنامه‌نگاری است که در نشریات تخصصی سینمایی انگلیسی زبان می‌نویسد. از او پرسیدم فستیوال کن سال 2016 را چگونه دیدید؟ والا امسال اولا خیلی فیلم‌ها بهترین فیلم‌های جشنواره 2016 فیلم‌های از کارگردانی زنونه بود. از فیلم مغن اده که یک کارگردان آلمانیه فیلمش هست تونی اردمن تا فیلم اندره آرنولد کارگردان انگلیسی که فیلمش هست امریکن هانی. این به نظرم دو تا از بهترین فیلم‌های امسال بودند. آیا جشنواره کن رو فقط به عنوان این باید دید که فیلم های مهمی رو میبینیم یا ناشناس ها استعدادهای جوان رو هم شما امسال دیدیم؟ بالا بستگی داره، یعنی این یکمی فرق هست بین برنامه کمپتیسیون و برنامه انسرتانگر که خودم امسال به دلیل اینکه زیاد دیگه وقت نداشتم برای هم فیلم تماشا کردن و نوشتن مقاله ها تصمیم گرفتم که فقط برم فیلم های کمپتیسیون افیسر رو یعنی مسابقات رو بله فیلم های مسابقه که میشه هر روز دو تا فیلم و به نظرم تصمیم خوبی بود چون که امسال و در حقیقت در همه سال دیگه که من رفتم امسال دهمین سالی من هست در کن فیلم هایی که در انسرتانگر نشون داده میشن نوعی نگاه خیلی نوعی نگاه جالب نیستند
و بدین دلیل خب زیاد من دیگه امسال نرفتم. فقط دو تا فیلم تماشا کردم. سینما ایران رو چگونه می‌بینید؟ به هر حال نمی‌گوییم هر سال، ولی به هر حال سینما ایران یک امضاست در جشنواره کن. امسال هم فکر کنید با اصغر فرهادی این چنینه؟ بله، خب معلومه آقای فرهادی فیلمشون یعنی آخرین لحظه اومد در جشنواره. عجیبه، برای کیارستمی هم همین اتفاق افتاد و در سرتمه نوهین نگاه، در برنامه نوهین نگاه هم فیلم آقای بهنام بهزادی وارونگی نشون داده شده که بسیار فیلم جالبی بود، با اینکه خب شبیهت خیلی زیادی داشت با فیلم های آقای فرهادی. شما فکر میکنید که سینما ایران روزهایی موفق بوده که از خودش و ایرونی بودنش گفته یا سعی کرده که بین المللی بگه؟ نه، خب به هر حال سوژه های فیلم های ایرونی همیشه سوژه های خیلی بکریه. بله، فیلم سوژه های درباره جامعه ایران و با بودجه های کم، نه؟ فامیل. بله، و با بودجه های کم. معمولا سینما ایران سینمای پرخرجی نیست. من دیگه زیاد اطلاعی ندارم راجع به فیلم های حتی خود نوع نگاه به فیلم. بله، دکوراسیون آنچنانی نداره. درسته، چون که بیشتر فیلم برداری در توی آپارتمان ها یا توی تئاتریست قرار میگیره. بله درسته، با بودجه خیلی زیاد انجام داده نیست. بله نیست. به عنوان نتیجه گیری که این شانس رو داشتیم شما رو ببینیم، دلم بخواد قبل از اینکه مطالبتون چاپ بشه به ما بگید که اونجا تو نوشته‌هاتون جشنواره کن رو چگونه تعریف کردید؟ والا همونطوری که قبلا میگفتم امسال برای من خیلی باعث تعجب بود جشنواره، چون که فیلم‌ها، چون سال‌هاست که دارن راجع به فیلم‌های زنونی صحبت می‌کنن، کلی بحثی قرار گرفت درباره این سوژه که تا حدی خب البته نرماله، چون که زنها پشت کامیرا نمیرن به اندازه کافی. امسال مثل این که انگار این همه بحث ها و این همه کوشش ها به نتیجه اومد. داور زن هم داریم، خانم شهابی. بله درسته، یک شانس برای ایران. بله بله دقیقا، و مثل این که به یه نتیجه رسید که حالا میگم بهترین دوتا فیلم امسال فیلم زن است. حالا یک شنبه 22 ماه می در شهر کن، روز آخر جشنواره، موسیقی و شادی همچنان وجود دارد. D'ici 5 minutes. Énormément. Énormément, hein. Regardez ce ciel bleu. Magnifique. سال هاست که می دانیم نگاه همگان به هیچ موضوعی به خصوص هنر یکسان نیست. در جمع آشنایان و متخصصان سینما، محمد حقیقت که خود فیلم دو فرشته را با بازیگری گلشیفته فرهانی ساخته در جمع حاضرین است. او از کوشش کنندگان در معرفی سینمای ایران در فرانسه در بیش از 3 دهه است. به محمد حقیقت گفتم در جشنواره امسال درباره سینمای ایران و کلن فیلم ها بگوید. سینمای ایران امسال در جشنواره کن در بخش های مختلفی شرکت داشت و تعداد فیلم های زیادی
از داخل ایران و یک چند تایی هم از خارج از ایران برای بخش‌های مختلف کن فرستاده بودن که در بخش رسمی دو فیلم پذیرفته شد، دو فیلم بلند به نام فروشنده مال آقای فرهادی و فیلم وارونگی مال بهنام بهزادی در بخش نوعی نگاه که فرهادی برای دومین باره که در مسابقه پذیرفته میشه و بهنام بهزادی هم برای اولین باره که توی این فستیوال فیلمش رو میپذیرن و توی بخش نوعی نگاه نشون داده شد. هر دو هم روزای آخر فستیوال بود. از اینها گذشته یک فیلم در بخش مسابقه فیلم های کوتاه هست که کاندید به اصطلاح نخل طلای فیلم های کوتاه هست مال آقای علی عسکری و فرشین حمیدی که اینا هر دو با هم در ایتالیا ساختن و یک فیلم هم یک آقای ایرانی که در لندن هست ساخته بود در بخش سینه فونداسیون مال دانشجوهای سینما و یک فیلم دیگه هم خانم فرشته پرنیان که در ایران ساخته بود اما از طرف دانشگاه لیون معرفی شده بود به بخش سینه فونداسیون و جدا بر این گلشیفته فراهانی به عنوان بازیگر فیلم جیم جارموش شرکت کرد در این فیلم آمریکایی و همچنین خانم کتاین شهابی هم به عنوان یکی از داوران در بخش مسابقه قرار داده بودند. اتفاقا سوال بعدی من همین بود، جدا از حضور خانم شهابی، اصولا دو دهه هست که سینمای ایران بخشی از امضا و اون مینیاتور کامل جشنواره کن، این رو مدیون چه کسانی هستید؟ مدیون خود فیلمسازها که فیلمهای جالبی ساختن و طبیعتاً کسانی که فیلم‌ها رو معرفی می‌کنن، صحبت می‌کنن که بیشتر فیلم‌ها و بهتر دیده بشه بی تأثیر نیست و بعدش هم وقتی که در اینجا شرکت کرده میشه اینها به جشنواره‌های دیگه‌ای معرفی خواهند شد یا خود مدیران مختلف میان می‌بینن و فروشنده‌ها هم خریداران منظورم علاقه‌مند میشن که این فیلم‌ها رو بخرن و به نمایش عمومی در فرانسه و در کشورهای دیگه در بیارن. اتفاقا آقای حقیقت، پرسش من در واقع نیت دومی رو پنهان کرد و اون اینکه در اینجا یادآوری بکنم برای بینندگان که شما یکی از فعالان و زحمتکشانی بودید که معرفی سینمای ایران رو از همون روزهای سخت و گمنامی درش بود آغاز کردید، ولی در کمال تعجب سینمای تجارتی به سراغ سینمای معتبر ایران نمی آید. یعنی فیلم‌های بسیار خوبی داریم که اکران نمیشه یا اگرم هست برای یکی دو هفته در سینمای کوچک. چرا؟ منظورتون کدوم فیلم هاست؟ تمام فیلم‌های خوبی که ما میبینیم، حالا منهای جدای نادر اسیمین یا چند فیلم آقای کیارستمی، دو فیلم آقای پناهی، دیگر سینماگران ایران که شنیدم در سال بالای 50 فیلم، منظورم تولید نیست، منظورم ارزش فیلم هاست، اینها غایبن از اکران های سینمای فرانسه و حتی اروپا. با اینها دلایل گوناگونی داره که ساعت ها وقت میبره که بخوام توضیح بدیم، ولی به طور فشرده شما حتما این رو میدونید که از سراسر دنیا به فرانسه فیلم ارائه میشه. مهمترین جاییست که سینمای به اصطلاح هنری دنیا توش معرفی میشه و روی پرده ها میاد. تعداد سینماهاش حدود 5200-300 تا سینما هست که اکثریت این سینماها به نوعی در انحصار فیلم های آمریکایی هست که حدود فرض کنید که مثلا 45% سهم بازار سینمای فرانسه در دست سینمای آمریکاست. در فیلم های خود فرانسوی حدود 35-40% تشکیل میدن و بقیه این 15%-20% که میمونه بقیه سینماهای جهان رو تشکیل میدن. سینماهای جهان شامل اروپا، آسیا، آمریکای لاتین و خیلی اینای دیگه است. بنابراین سینمای ایران هم اونقدر نمیتونه جای گنده ای داشته باشه. تنها فیلمایی که اخیرا تو این دو سه سال اخیر با موفقیت خوبی روبرو بودن فیلم های فرهادی بوده و به جمله سال پیش هم فیلم
پناهی که در جشنواره برلین هم موفق بود و 600 هزار تماشاگر در فرانسه داشت، تک به نام تاکسی تهران. و ما حالا در پایان این گزارش در گردشگری شهر به مغازه‌ی آشنایی رفتم که صفحات قدیمی 33 دور و 45 دور و حالا کمی هم سیدی قدیمی می فروشد. فروشگاهی کوچک اما انباشت از صفحات. Marianne, merci de m'accueillir. La première question. آقای ماریان، چرا چنین شغلی را انتخاب کردید؟ 6 سال است که این فروشگاه را دارم. می‌خواستم بیکار نمانم. یک لذت و یک شوق برای من در این کار نهفته است. قصدم سودجویی نیست. Puisque c'est plus un plaisir, un hobby pour moi. Voilà, que pour le profit. چند سال می شود که به موسیقی جذب شدید و قبلا چه می کردید که شغل شما شما را به این سمت کشاند؟ از زمانی که اولین گرامافون را به من دادند به موسیقی علاقمند شده بودم. 12 ساله بودم. آن سالها صفحات بیتل ها را به من هدیه می دادند، رولینگ استونز و یا جانی هالیدی. از آن زمان به خوانندگان و به خصوص موسیقی دل بسته شدم. در آن سالهای جوانی به تدانسون و کنسرت ها می رفتم و گروه ها ناچار بودند آثار مشهور به خصوص انگلیسی زبان را هم اجرا کنند. همیشه در محاصره صفحات 33 دور بودم، اما خودم با پول تو جیبیم فقط حد اکثر ماهی یک صفحه می خریدم. J'imagine que votre épouse présente dans la boutique, elle est aussi intéressée. همسر شما هم اینجا حاضر است. آیا افراد سرشناس اینجا در جشنواره کن سری هم به مغازه شما میزنند یا فقط کلکسیونرها میآیند؟ البته در زمان جشنواره کن تعداد مراجعه کنندگان بیشتر میشود. Est-ce que vous avez des disques par exemple chez vous que vous آیا صفحاتی هم در خانه دارید که مایل نباشید اینجا در مغازه‌تان به فروش بگذارید؟ البته که بله. حدوداً 10 صفحه 45 دور دارم که گاهی به مغازه می‌آورم تا به خودم بگویم آنچه را که دارم و همان شب به خانه برمیگردانم متعلق به من است و من صاحب آنها هستم. Est-ce que YouTube et les autres accessoires dans les dans internet c'est un concurrent pour vous? آیا یوتیوب و اینترنت رقیب شما شدند؟ نه رقیب. گاهی به من کمک هم می‌کنند برای تحقیق و تجسس و عناوین صفحاتی که سعی می‌کنم آنها را پیدا کنم، به معنای گم شده‌هایم را بیابم. Je viens de trouver du reggae, du français, and some badass soundtracks. Vous venez souvent ici? در این لحظه یک دختر جوان که به تازگی از لندن آمده به مغازه آمد. از او پرسیدم به اینجا زیاد می آیید؟ بله، هر بار که اینجا باشم. علاقه شما نسبت به موسیقی های قدیمی در کدام سبک و سلیقه است؟ منظورتان از صفحات قدیمی چیست؟ من خودم موزیسین، موسیقیدان، دیجی هستم و با موسیقی زندگی میکنم. اگر موسیقی نبود مرده بودم. و حالا به اتفاقی توجه کنید که در صحبت پس از گفتگو حاصل شد. ماریان به جستجوی صفحه می رود که با آن به همسرش اظهار عشق کرد، او را بوسید و در شب ازدواجشان آن را برای حاضران پخش کرد. Et c'est là que j'ai fait les premiers bisous à ma future épouse. Vous étiez d'accord, madame? Oui. Thank you.
و ما برای باقی گذشتن از لحظات خوش، قبل از آن که من نیز خاطری برایشان بگویم، آهنگ شادی را برایم پخش کردند تا این بار رقص شادشان را هدیه کنم. و اینک نوبت من رسیده بود. به او گفتم فیلم کابوی نیمه شب را می شناسید؟ این آهنگ 7 سال آرم برنامه من در رادیو بود به نام موسیقی فیلم، تا که سال 1979 پخش آن از رادیو قطع شد. هر بار آشنایی با یک فیلم و پخش موسیقی آن. گوش کنید، این هم هدیه من به شما، آرم برنامه. Un petit cadeau, je vous fais écouter ce qui était pendant presque 7 ans le générique de mon émission. Vous connaissez John Brick ? Je connais. Il y a quoi, 40 ans ou 50 ans ? Très beau générique. چه موسیقی زیبایی است از جان بری. گمان در این است که صدای حرکت نعل اسب‌ها را به هنگام راه رفتن می‌شنوید. Et